صدور مجوز استفاده از یک دارو در آمریکا و ادامه آزمایش واکسن در بریتانیا. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم چقدر علم به شکست کرونا نزدیک شده. رئیس یک سازمان داروسازی در بریتانیا از چند و چون داروی رمدسویر می‌گوید. همچنین در برنامه امشب آزمایش‌های تشخیص ابتلا، کلید غلبه بر ویروس کرونا، 100,000 تست در روز، چقدر می‌تواند راه برداشتن قرنطینه را هموار کند؟ حمله خونین داعش به شبه نظامیان هشت شعبی، هر دو طرف می‌گویند شماری از نیروهای مقابل را در استان صلاح الدین عراق کشتند. و کامران دیبا طراح بنای یادبودی برای گرامی داشت 176 قربانی هواپیمای ساقط شده اوکراینی. این کاری که ما کردیم این فقط محدود نمیشه به افرادی که قربانی این حادثه ناگوار بودن این و بازماندگانشون، این یه کار به اصطلاح جهانیه، یعنی هر کی میتونه در این پنجره ها رابطه برقرار بکنه از عزیزانی که به هر نوعی در هر جای دنیا به هر علتی از بین رفتن. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک دارو که قبلا برای مقابله با بیماری ابولا تجویز می شده نگاه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده. شاید بارقه ای از امید در کشمکش میان انسان و ویروس کرونا که زندگی میلیاردها نفر را مختل کرده. رمدسویر برای کووید 19 در آمریکا که بیشترین صدمه را از این بیماری دیده، رئیس جمهوری با شرکت سازنده حرف زده. در آکسفورد بریتانیا هم آزمایش واکسن بر روی انسانها ادامه پیدا کرده. امید انسانهای بیشماری همچنان به دانش پزشکی است برای رفع کردن یک شر دیگر از سر بشریت. ولی در همین مدت کوتاه چه تجربه ای از این دارو پیدا کرده ایم و این همان خبر خوشی است که در انتظارش هستیم. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. کسانی که قطعاً مبتلا به ویروس کرونا هستند در دنیا به بیش از 3 میلیون نفر رسیده. بیش از 200,000 نفر جانشان را از دست دادند. در این شرایط است که دانشمندان برای پیدا کردن دارو یا واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا مسابقه ای را آغاز کردند و به نظر می رسد دارند به مقصد نزدیک می شوند. این پلاسمای خون کسی است که از بیماری کووید 19 جان سالم به در برده. دانشمندان حالا سرگرم تحقیقات بیشتر هستند تا ببینند آیا تزریق این پلازما به بیماران تا چه حد می تواند به علاج بیماران کرونا کمک کند. وحید نظر خودش در لندن دکتر بیمارستان است و قبلا بیمار کرونا بوده. او میگوید افتخار می کند. جزئی از تلاش است برای یافتن علاجی برای این بیماری که جان میلیاردها نفر در جهان را به خطر انداخته است. در شهر دانشگاهی آکسفورد، انستیتوی حالا امتحان واکسنی را بر روی چند صد نفر شروع کرده تا معلوم شود که آیا این واکسن همانطور که بر روی میمون موفق بوده در مورد انسان هم جوابگو خواهد بود یا نه. این موفق‌ترین تلاش در دنیا تا کنون برای پیدا کردن واکسن کرونا است و اگر آزمایش مثبت باشد تولید انبوه آن شاید از اواخر تابستان شروع شود. در تلاش دولت برای کم کردن دامنه شیوع کرونا تمرکز بر روی هرچه گسترده تر کردن تعداد تست کرونا. دولت میگوید میخواهد دست کم هفته ای 100,000 نفر را تست کند. آزمایشی که میتواند مبتلایان را از غیر مبتلایان جدا کند و راه را برای برگشت به زندگی عادی در کشور هموار. در آمریکا در کاخ سفید خبر از دارویی است که میتواند مدت مریضی بیماران کرونا را چند روزی کم کند. داروی ضد ویروس ابولا به نام رمدسیویر که حالا مجوز استفاده از آن در شرایط اضطراری صادر شده. رئیس جمهوری آمریکا در کنار مسئول شرکتی که تولید کننده این دارو است گفت آزمایش این دارو بر روی بیماران تا کنون امیدوار کننده بوده است. در مراکز بعضی از ایالت‌ها تظاهرات طرفداران رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از برداشتن محدودیت‌ها ادامه داشته و در بعضی دیگر از ایالت‌ها
این محدودیت ها کاهش پیدا کرده. مثل اینجا در تگزاس که حالا استفاده از ساحل دریا آزاد است. در اروپا، در اتریش حالا مغازه ها کارشان را از سر گرفتند. اولین کشوری که محدودیت های کسب و کار را البته با رعایت بعضی از قواعد برداشته است. در اسپانیا که شاهد یکی از شدیدترین موارد شیوع ویروس کرونا بوده، از امروز بیرون آمدن برای بزرگسالان، برای ورزش، دویدن و راه رفتن آزاد شده. در میان نگرانی ها از احتمال تشدید دوباره شیوع کرونا. در ممبای هند، همان بمبئی سابق، هوای پاک شهر امسال پلیکان های زیادی را به دریاچه شهر کشانده. پرندگان مهاجری که اغلب به این دریاچه میآیند، اما نه به این تعداد. از پیامدهای پاکیزگی هوا در دوران کرونا در هند. کسرانجی، بی بی سی. لیلا رئیس سادات همبک، رئیس سازمان داروسازان بریتانیا از لندن با ما هستند. خانم همبک، بد نیست بگید که چطور به این دارو رسیدند؟ این دارو قبلن بوده، یعنی دارویی که روی ویروس سارس هم استفاده شده و همینطور که خبرنگارتون گفت روی ابولا هم استفاده شده. این داروی جدیدی نیست، ولی طبق آزمایشایی که کردن روی کووید 19 در بودن که میتونه این دارو مریضی رو روزاشو کمتر بکنه. یعنی اگه مثلا کسی 15 روز مریضیش هستش، اون مثلا میتونه با 4 تا 5 روز مریضی رو کوتاه‌تر بکنه و باعث بشه که اون نفر به چیز شدید اورژانس نره. برای همین این دارو رو دارن زود پیش میبرن که بتونن استفاده بکنن و چیزایی که ما تا حالا دیدیم خوبه، ولی آدم باید اینو بدونه که این داروی معجزه کننده نیستش که کووید 19 رو از بین ببره. آیا عوارض جانبی هم داره این دارو؟ بله، مثل همه داروها، داروها رو آدم های مختلف تاثیرات مختلفی دارن و این دارو هم روی آدم های مختلف تاثیر مختلف داره. بعضیا میتونن مثلا حالشون بد بشه، مثلا میتونن حالت هوا شدیدی بگیرن، ولی بعضیا میتونن اصلا هیچ مشکلی نداشته باشن و دارو رو به خوبی استفاده بکنن. بستگی به آدم داره این چطوری مثلا این دارو روش تاثیر داره. در چه مرحله ای فکر میکنید که این دارو رو تجویز بکنن برای عموم؟ به این معنا که آیا هر کسی که تشخیص دادند گرفتار کرونا شده باید از همین دارو استفاده بکنه؟ در حال حاضر برای کسایی که مریضی شدید میگیرن، از سیمتومای شدیدی میگیرن از کرونا، این داروشون استفاده میشه. یعنی هر کس روش این دارو استفاده نمیشه، ولی همینطور که پیش میریم و دانشمندان نگاه میکنن ببینن که مثلا این دارو چه شکلی داره استفاده میشه و چه شکلی داره تاثیر میذاره، و اگر همینطور بهتر و بهتر پیش بره، آره، آدم های بیشتری میتونن استفاده کنن. ولی در حال حاضر کسایی که مریضیشون شدید میشه وقتی که کووید 19 رو میگیرن، این دارو رو روشون استفاده میکنن. آیا داروی گرونیه؟ چقدر در دسترسه اگر بخوان کشورها به سمت وارد کردن اون یا ساختنش پیش برن؟ این دارو الان یک شرکت آمریکایی، جلاد، این دارو رو داره و همینطور که از اول گفتم این دارو داروی جدیدی نیستش، یعنی بوده، و اگر تاثیرات خوبی داشته باشه خب کشورهای دیگه هم نگاه میکنم ببینم چه شکلی میشه استفاده کرد. ولی هر کشوری به خصوص در اروپا و کشور اروپایی، هر کشوری سازمان داروسازان خودش رو داره که دارو رو نگاه میکنن برای مریضی مختلف و اینو میتونن بعد توی کشور پخش بکنن اگه بدونن که مثلا این دارو داروی خوبیه، و اینطوری نیستش که فقط یه کشور یه دارو رو استفاده کنه و همه استفاده بکنن. هر کشوری باید طبق پروسس های خودش پیش بره. مثلا همه فقط الان نگاه میکنن ببینن تو آمریکا داره چه شکلی پیش میره و مطمئنن کشورهای دیگه هم این مسئله رو پیش میبرن، نگاه میکنن. مثلا در بریتانیا فکر میکنید که کی ممکنه که راضی بشن از این دارو استفاده کنن؟ الان همه جا داریم میخونیم توی
روزنامه‌های پزشکی که مثلا این دارو داره توی آمریکا استفاده میشه و سازمان داروسازی آمریکا این دارو رو قبول کرده و کشوری مثلا بریتانیا و کشورهای دیگه اروپایی این آزمایش‌ها رو نگاه می‌کنن و شروع می‌کنن به تست کردن و اگر موفق باشه خب این کشورها هم به زودی پیش می‌برن، ولی اول نگاه میکنم ببینن که چطوری داره پیش میره توی آمریکا و اینجا دوباره ما نگاه میکنیم و پیش میبریم. و در نهایت اگر از این دارو بخوان در سطحی عموم استفاده بکنن، از نظر شما چقدر این فشاری که بر روی نهادهای درمانی کشورها هست کم میکنه؟ چقدر تأثیر داره بر روی کنترل بیماری در مقیاس بزرگ؟ خوبی که این دارو تا حالا نشون داده اینه که میتونه طولانی مریضی رو کمتر بکنه، یعنی کسایی که مریضی رو شدید گرفتن میتونه اینو دورانش رو کمتر بکنه و اون نفر به قسمت شدیدتر این مریضی نرسه و برای همین این دارو خوبه، به خاطر اینکه میگم خوبه به خاطر اینکه میتونه کمک بکنه به بیمارستان‌ها و آدم‌هایی که به اون مرحله خیلی شدید میرسن کمتر بشن و بیمارستان‌ها بتونن بیشتر کنترل بکنن و بیشتر بتونن مسائل مریضای شدید رو حل بکنن. ممنونم از لیلا، رئیس ساداتی هنبک، رئیس سازمان دارو داروسازی بریتانیا. توانایی سیستم‌های بهداشت و درمان برای انجام آزمایش‌های تشخیص ابتلا به ویروس کرونا این روزها به یک معیار عمده برای مهار بیماری کووید 19 بدل شده. سیستم‌های بهداشتی می‌گویند هر چقدر ظرفیت انجام آزمایش بالا برود، امکان تشخیص و مهار بیماری بالاتر است. آنطور که علی حمیدانی در گزارشش می‌گوید، کره جنوبی توانست با انجام سریع آزمایش‌های تشخیصی و دنبال کردن مبتلایان شمار قربانیان را پایین نگه دارد و خیلی زود شرایط را به حالت عادی بازگرداند. این همان روز موعودی است که بسیاری در سراسر جهان به آن امیدوارند. درها باز، زندگی‌ها جاری. در کره جنوبی بازگشایی کار و زندگی مؤثر شد چون برای مقابله با شیوع ویروس کرونا حاضر بود. کره ها نه تنها وسعت و سرعت شیوع را کم کردند که به اعتقاد بسیاری حتی تا مرز ریشه‌کن کردنش هم پیش رفتند. اما کره جنوبی چطور این کار را انجام داده؟ راهبرد اصلی آزمایش گسترده شهروندان بوده و بعد دنبال کردن مبتلایان. از روزهای نخست امکانات گسترده آزمایش تشخیص برای همه افرادی که احتمال می‌رفت در معرض خطر آلودگی به ویروس بودند فراهم شد. و این یکی، شناسایی و دنبال کردن افراد مبتلا و حلقه اطرافیانشان با استفاده از دوربین‌های مداربسته و نرم‌افزار موبایل برای اینکه متوجه شوند فرد مبتلا با چه کسانی رابطه داشته. و این یکی، با وجود بازگشایی‌ها قوانین فاصله گذاری با دقت انجام می‌شود. این آزمون ورودی اداره‌های دولتی. خلاقیت هم جای خود را دارد. این سینمای خیابانی، تماشاچیان در خودروهای خود فیلم تماشا می‌کنند. عادی سازی یک واقعیت تازه. درسی که آلمان همان را گرفت و موفق بود. شمار بسیار بالای آزمایش‌های روزمره در آلمان با 83 میلیون نفر جمعیت سبب شد تا با وجود بالا بودن میزان شیوع، میزان مرگ و میر بسیار پایین باشد. در میانه ماه میلادی آوریل روزانه بیش از 120 هزار آزمایش انجام می‌شد. آلمان موفق شد کسب و کارها را از سر بگیرد. با این اطمینان که اگر موج بعدی ابتلا هم از راه برسد، می‌تواند با آن مقابله کند. میانگین روزانه شمار آزمایش‌ها بر اساس جمعیت کشورها و میزان شیوع شمرده می‌شود. در بریتانیا با 68 میلیون نفر جمعیت، دولت قول داده بود با شروع ماه میلادی مه، یعنی از دو روز پیش، به 100 هزار آزمایش در روز برسد. حداقل میزان مورد نیاز در بریتانیا برای شناسایی و مقابله با شیوع ویروس کرونا. این رقم در آخرین روز این مهلت عملی شد. مقامات بهداشتی میگویند افرادی که برای شغلشان مجبورن از خانه بیرون بیایند، در صورتی که علائم بیماری را داشته باشند یا مشکوک به ابتلا، میتوانند آزمایش بدهند. همین تلاش در آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار با مطبوعات و مقامات که همگی پیش از گرد هم آمدن آزمایش شده بودند، میگوید شمار آزمایش تشخیص ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا به رقم مطلوب نزدیک می‌شود.
اظهاراتی که مخالفان تکذیبش میکنند. معاون رئیس جمهوری آمریکا در این جلسه گفت که روزانه 200,000 آزمایش تشخیص ابتلا به ویروس کرونا در این کشور انجام میشود، رقمی که به گفته او رقمی مناسب است. مخالفان دولت دونالد ترامپ اما میگویند این رقم باید حداقل 5 میلیون آزمایش روزانه باشد، رقمی که میگویند آمریکا تا پایان ماه میلادی آینده به آن نخواهد رسید. ایران که درهای اقتصادش را گشوده و حضور مردم در خیابان‌ها خبرساز است. رئیس جمهوری ایران میگوید توان آزمایش در ایران به اندازه‌ای بالاست که ایران حتی توانایی صادرات کیت‌های آزمایش را دارد. در زمینه کیت‌های تشخیص الان میتونیم ما صادر کننده باشیم. شمار آزمایش‌های روزانه تشخیص ابتلا به کرونا در حالی از ابهام است. در حالی که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در کنفرانس خبری روز 20 فروردین گفته بود که شمار آزمایش‌های روزانه 10,000 تا 15,000 تست در روز است و این میزان قابلیت افزایش تا 20,000 تست روزانه را دارد، رئیس انستیتو پاستور 6 روز پیش در گفتگو با روزنامه همشهری گفته بود شمار آزمایش‌ها در ایران بیش از 6,000 تست در روز است. حتی با در نظر گرفتن شمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت، شمار آزمایشات در ایران 83 میلیون نفری در مقایسه با حداقل میزان مورد نیاز در کشورهایی با جمعیت مشابه با ایران بسیار اندک است. علی همدانی، بی بی سی. دکتر پوریا ثابتیان، جراح عروق و ناظر امور بهداشتی عفونی در بیمارستان الیزابت در شهر مونشن گلادباخ آلمان، از شهر دوسلدورف با ما هستند. آقای ثابتیان، در دسترس بودن آزمایش کرونا در مبارزه با این بیماری چقدر عاملی تعیین کننده به حساب میاد از نظر شما؟ بله، منم سلام میگم خدمت شما، همه هموطنهای عزیزم، همه فارسی زبانهای عزیز و بینندگان خوب شما. ببینید، خب این یک استراتژی درمانی است در واقع، انجام تست کرونا. با توجه به اینکه در مورد ویروس کرونا اطلاعات بسیار کمی در دسترس هست، تحقیقات کمی انجام شده و در واقع مطالعات کمی انجام شده، یکی از استراتژی‌ها برای شکستن زنجیره بیماری انجام تست کرونا هست که با شناسایی افراد مثبت میشه در واقع اطرافیان اونها رو هم شناسایی کرد و خب اقدامات لازم رو انجام داد. همونجوری که میدونید توی گزارش خوبتون هم مطرح شد، توی آلمان این ظرفیت در حال حاضر 40% افزایش پیدا کرده، به 900,000 تست در هفته رسیده و در ماه آوریل بیشتر از 1.7 میلیون نفر واقعا تست شدن، که خب موارد مثبت از ابتدای ماه آوریل از 9% به 5.4% کاهش پیدا کرده. نکته‌ای که در این مورد وجود داره با توجه به سوالی که شما مطرح کردین اینه که انجام تست کرونا چند تا مورد قابل ذکر رو بیان می‌کنه. اینکه آیا اقدامات توصیه شده و انجام شده موفقیت آمیز بودن یا نبودن تا الان. درست. دوم اینکه آیا کم کردن محدودیت ها با توجه به آمار به دست اومده قابل اجرا هست یا نیست. سوم اینکه آیا سرمایه گذاری در این زمینه کار درستی بوده یا نه. شما ببینید، برای انجام تست کرونا در حال حاضر در آلمان هر تست 152.16 سنت، در واقع 152.16 یورو هزینه برمی‌داره. این هزینه رو در بیمارانی که علامت دارن، حالا علامت کمی هم دارن، این هزینه رو بیمه درمانی پرداخت میکنه، ولی در بیماران بی علامت این هزینه پرداخت نمیشه، که البته در 2 تا استان آلمان اعلام شده که خود استانها این هزینه رو پرداخت میکنن. شما دقت بفرمایید، اگر قرار باشه در روز 120,000 تست انجام بشه که هر کدوم 152، ببینید با توجه به اینکه آمار بسیار خوبی است، در آلمان موفقیت بسیار خوبی ایجاد شده، نشون دهنده اینه که این سرمایه‌گذاری کار درستی بوده. بسیار خوب، اجازه بدید که من همینجا به نکته ای که اشاره کردید اشاره بکنم. شما فرمودید که حدود 900,000 تست در هفته، هر کدومش هم بالاتر از 150 یورو هزینه برمی‌داره. در ایران خیلی معلوم نیست، ولی امروز کیانوش جهانپور سخنگو وزارت بهداشت گفته در مجموع تا حالا 463,000 تست انجام شده. 463,000 تست از ابتدا تا حالا. جمعیت آلمان و ایران خیلی با هم دیگه فاصله نداره. آلمان 53 میلیون جمعیت داره، ایران هم همون حدود، ببخشید، آلمان 83 میلیون جمعیت داره، آلمان هم همون حدود. این تست ها از نظر شما چقدر در ایران
میتونه باعث این بشه که بیماری رو بتونن کنترل بکنن با توجه به توصیفی که خودتو کردید. بله ببینید، حالا نه تنها در ایران، در تمام کشورهای دنیا همونجوری که گزارشتون نشون داد، در امریکا هم همینطور، در بریتانیا هم همینطور. شما وقتی ندونید چه افرادی مثبت هستن چجوری میتونید استراتژی درمانی بذارید؟ وقتی ندونید که اطرافیان بیماران رو چجوری در قرنطینه ببرید، وقتی ندونید که چه درصدی از بیماران به درمان شما پاسخ دادن و شما چه درگیری هایی با بیماری چه شکلی اصلا امکان پذیره استراتژی درمانی انجام دادن. بنابراین این کاری که کره جنوبی در روز اول انجام داد و شما آمار خیره کننده ای رو در این زمینه میبینید، حالا کشورهایی مثل آلمان یا امریکا یا بریتانیا دارن این کار رو انجام میدن. خب این مسئله خیلی با بودجه های واقعا بزرگی سر و کار داره. من از بودجه های ایران واقعا اطلاعی ندارم، نمیدونم که در ایران به چه صورت هست، ولی راهکار علمی مبارزه با پاندمی در واقع مشخص کردن زمینه های ایجاد شده در پاندمی هست. وقتی شما اون زمینه ها رو بشناسین میتونید به هر حال استراتژی های درمانی بذارین. همونجور که میدونین الان داروی رمدسیویر که ما 3 ماه پیش در آلمان با این درمان شروع کردیم برای بیماران خیلی بدحالمون، الان تازه در امریکا بعد از 3 ماه FDA اپروفت شده و خب این نشون دهنده اینه که بعضی کشورها واقعا پیشرو هستن در یه سری زمینه ها و بعضی کشورها دارن به هر حال سعی میکنن که شرایط رو استیبل بکنن. آی دکتر، با توجه به اینکه فرمودید خب در کشوری مثل آلمان تصور خیلی دقیق تر، ارزیابی خیلی بهتر انجام شده، در مورد موج دوم چی گفته میشه؟ با توجه به اینکه خب خیلی از موج دوم میترسن، نگرانی در سطح جهان اینه که موج دومی در کار خواهد بود. کوتاه لطفا. بله خواهش میکنم. در مورد موج دوم بیماری این ترس وجود داره. خانم مرکل هم بارها در سخنرانی‌هاش این رو اعلام کرده. ببینید از نظر اقتصادی چاره‌ای به جز اینکه محدودیت‌ها رو کم بکنن نداشتن و این کار رو انجام دادن و حالا ما منتظر هستیم که روز 6 ماه می نتایج اعلام بشه، آمارها توسط انسی روبرت کوخ اعلام بشه. این ترس وجود داره، ممکنه موج دوم ایجاد بشه. البته آلمان در این زمینه آمادگی خیلی خوبی داره، تختای کافی برای بیماران هست، ولی خب اگر این موج دوم اتفاق بیفته هیچ بعید نیست که محدودیت‌ها دوباره از سر گرفته بشه که این یه ضربه اقتصادی بزرگ به کشور آلمان خواهد زد. ممنونم از دکتر پوریا ثابتیان، متخصص جراحی عروق و ناظر امور بهداشتی عفونی در بیمارستان الیزابت از مونشن گلادباخ آلمان با ما. در افغانستان گروهی از کارگران که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به ایران بروند، گفتند نیروهای مرزی ایران آنها را شکنجه کرد و به هریرود پرتاب کردند و البته اونها نجات یافتند. میگن دست کم 20 نفر از همراهان اونها ناپدید شدند. همچنین تعدادی از افغانهایی که در ایران اجازه اقامت دارند میگویند بعد از شیوع کرونا به اونها اجازه سفر به ایران داده نمی شود. دولت افغانستان گفته که این موضوع را بررسی میکند. نسرین نوا گزارش میدهد. کارگرانی که قاچاقی از مسیر ولسوالی گلران هرات به ایران می رفتند، گیر مرزبانان ایران افتادند. ادعا می کنند که مرزبانها پس از 1.5 روز کار اجباری و شکنجه، بیش از 50 نفر را به آب دریای هریرود انداختند. از این میان تنها بیش از 20 نفری که شنابلد بودند نجات یافتند. از 20 نفرشان هنوز خبری نیست. کتک زد، اینقدر زد که در دلش می خواست. که بسته ما مردم در آورد، ما مردم لخ کرد که هر کاری که دلش بخواهم کار میکردم. صبح شم باید که لباسه رو پوشیدیم بریم آوردم کارم کرد، علاقه خودم بریم آوردم چین سنگ منگم این برون بر کرد. 250 نفر بود، 230 نفر مرد و او برد. بقیش خود علا یا باز یا خود بدبختی هم جوری کشیدیم. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نجات یافتگانی را نشان می‌دهد که میگویند شکنجه شدند، از دشنام تا لت و کوب و سرانجام پرت کردن به رودخانه. 15 نفر از ما کشته شد، 6 تا میگویند تعدادی نوجوان هم در این میان هستند. سفرهای غیرقانونی کارگران افغان و بدرفتاری پلیس ایران با آنها بی سابقه نبوده، حتی تیراندازی، اما این شیوه تازه بود. افغانهایی که اجازه قانونی زندگی در ایران دارند هم حالا این طرف مرز دادشان به آسمان رسیده.
اینجا مرز دوقارون هرات، مردم از 5 صبح تجمع کردن. صدای مهاجر افغان که اجازه بازگشت به ایران ندارد. پس از شیوع ویروس کرونا، ایران ورود اتباع افغانستان را ممنوع کرد. 2 روز قبل اما خبر باز شدن مرز ایران هزاران مهاجر را به اینجا کشاند. در حالی که پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران ده‌ها هزار مهاجر افغان به کشورشان پناه بردند، شماری اما هنوز خواهان بازگشت به ایران هستند. کسانی که کارت اقامت دارند و دور از خانواده ماندند. فامیلای ما، مادرم مثال مریض بوده، فوت کرده. من با سیز اومدم از ایران. خب موقعی که من اومدم کرولای وجود نداشته که حالا بگم من از دست کرولا جسته باشم. اگر من به دست کرولا به جسته بیامدی زنم و چه خورم میاردم. آمدم به اینجا من 4 برد میشه که بیامدم. این روزها صف در مقابل قنسولگری ایران در هرات هم طولانی است. نگران خانواده هستند و شاکی از بیتوجهی مسئولین. چندین جاها رفتیم تجمع کردیم ولی کسی صدای ما رو نشنیده. ما فک فامیل داریم، شب که به اونا زنگ میزنیم اونا اون بنده خدا باز به ما میگن مشکلات خور. ما اینجا واسواسه به دل ما افتاده که کلن ما نگران هستیم به اون ور که ما اونا بی سرپرست موندم. ایران روز چهارشنبه برای 7 ساعت مرز را به روی افغانستان باز کرد. حدود 300 نفر به شمول دانشجویان و تاجران از فرصت استفاده کردند. اما این فرصت کوتاه بود. فقط 1 روز. دارندگان ویزای قامتی، سیاحتی و محصلی فی الحال نمیتوانند از مرز افغانستان عبور کنند به قصد جمهوری اسلامی ایران. در این زمینه با جانب ایرانی از مجاری محلی و مرکزی در تماس هستند تا اینکه انشاءالله این مشکل حل شود. اگرچه در 2 ماه گذشته ترس از کرونا بیش از 130 هزار مهاجر افغان را از ایران وادار به بازگشت کرده، اما به نظر می رسد برای شماری ترس گرسنگی بیشتر از ترس آلودگی به کرونا است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در عراق دست کم 10 نفر از نیروهای بسیج مردمی یا 8 شعبی در حمله داعش کشته شدند. این حمله در ساعت اولیه بامداد امروز در استان صلاح الدین رخ داد و خونین ترین حمله است که در ماهای اخیر از طرف داعش علیه نیروهای امنیتی عراق صورت گرفته. عراق اواخر سال 2017 بر داعش اعلام پیروزی کرد ولی نبرد با بازماندگان این گروه در این کشور تا به امروز ادامه دارد. نفیس کوهنورد اینجا با من. نفیس، از جزئیات ماجرا چه اطلاعاتی در دست؟ اول حمله در منطقه صلاح الدین که اتفاق افتاد، اول داعش تمام مزارع گندم اون منطقه رو، بخش بزرگیش رو آتیش زد که از طریق اون دودی که ایجاد شده بود استفاده کرد و ظاهرا از چند محور به مواضع 8 شعبی حمله کردن. دیشب بلافاصله در توییتر 8 شبی شخصا ویدیوهایی رو منتشر کرد و اعلام کرد که همچنان نیروهاش تحت حمله هستند. 6 تا از نیروهای 8 شبی در جا در این حمله کشته میشن و 3 نفر دیگه در از نیروهایی بودن که داشتن به کمک میرفتن و در انفجار یک مینه کنار جاده ای کشته شدن. 2 نفر هم در 2 محور دیگه، برای اینکه از چند محور مختلف اتفاق افتاد. پس سازماندهی عظیمی به نظر میاد که پشت این حمله بوده. داعش در چه وضعیته؟ آیا باز هم در حال تبدیل شدن به یک خطر در اون منطقه؟ شاید بشه گفت که نه مثل اون چیزی که ما در سال 2014 دیدیم، اما دقیقا الان جلال در این چند مدت گذشته به خصوص از ماه ژانویه تا الان ما داریم میبینیم که سیر سعودی داره حمله های داعش. یک نقشه ای رو منتشر کرد یک مرکز مطالعاتی که بر روی فعالیت‌های داعش مطالعه می‌کنه. 155 تا حمله در این ماه، در ماه آوریل، از ماه مارس تا آوریل انجام داده داعش، در مقایسه با 88 حمله‌ای که در ژانویه انجام داده. یعنی ما داریم می‌بینیم که فعالیتاشو بیشتر می‌کنه، به خصوص حتی در نزدیکی مرز ایران. در جلولا هم چند حمله رو همین هفته پیش اتفاق افتاد که هم علیه نیروهای کرد و هم علیه نیروهای دولت مرکزی عراق. دولت عراق تا چه اندازه آماده است که با این چالش روبرو بشه؟
الان دولت عراق اگر دولتی وجود داشته باشه، چون هنوز سرپرست نخست وزیری داریم و بحث ها برای تشکیل دولت ادامه داره و همین هم خودش روی همه فعالیت های نیروهای امنیتی برای مبارزه بیشتر با داعش تاثیر گذاشته. از طرف دیگه نیروهای ائتلاف دارن این کشور رو ترک میکنن و بعضی از تقریبا میشه گفت 6 تا از کاملا بستن و از بعضی از این مناطق عقب نشینی کردن. به خاطر کرونا هم بخش بزرگی از نیروهاشون رو بیرون بردن. در کنار اون یک صحبتی هم که هست اینه که در منطقه صلاح الدین به خصوص، چون نیروهای هشت شبی نگران حمله های آمریکا علیه مواضعشون بودن به خاطر حالا برخورد هایی که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بین بعضی از این گروه ها و آمریکا اتفاق افتاده، این مناطق رو ترک کردن. برای همین هم یک خلأ امنیتی در اون منطقه ایجاد شده و همه اینها به علاوه کرونا دست به دست هم داده و به نظر میرسه فضایی رو برای داعش یا حداقل گروه‌های کوچکتر داعش ایجاد کرده که بتونن دوباره فعالیت خودشون رو انجام بدن. و جالب اینه که ویدیویی از خودشون منتشر کردن که فعالیت روزانه رو دیگه از خودشون دارن نشون میدن، نه حتی شبانه. ممنونم از نفیسه کوهنورد. قرار است برای گرامیداشت 176 قربانی هواپیمای ساقط شده اوکراینی بنای یادبودی در کانادا ساخته شود. این هواپیما دی ماه پارسال در نزدیکی فرودگاه بین المللی تهران هدف پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. کامران دیبا، معمار معروف ایرانی، سرپرستی گروهی از طراحان را در این پروژه بر عهده گرفته. آقای دیبا معمار بناهایی مثل موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای نیاوران بوده. قبل از برنامه با کامران دیبا گفتگوی داشتم و از او پرسیدم چی شد که اصلا به این پروژه پیوست. شرط من این بود که ما جنبه‌های سیاسی رو نمی‌خوایم بیاریم این تو. این فقط یه یادگاریه برای روح شاده، بگیم که کسانی که قربانی این داستان شدن. این است هیچ نوع در کار ما بگیم که به علائم به اصطلاح سیاسی یا محکومیت یا قضاوت یا هر گونه بگیم که طرفداری و غیره نیست. فقط ما خیلی متاسفیم و یه نوع نمایندگی به اصطلاح بازماندگان این واقعه رو داریم. در مورد المانا هم میخواستم ازتون بپرسم، فرمودید که کارتون شکلی آبستره داره. در مورد المان های تشکیل دهنده این طرح اگه بیشتر بگید ممنون میشم. بالاخره شما بخواید یه طرحی بدید که جنبه به اصطلاح مونیمان داره، جنبه نهادین داره، جنبه یادبودی داره. معمولا خب من دوست ندارم کارهایی بکنم که در بزرگداشت چیزی باشه، ولی این چون جنبه بزرگداشت نیستش، این جنبه یه نوع سوگواریه در واقع، ولی خوشبختانه یادتون نره که ما یکی که فوت میشه میگیم روح شاد. روی این از پس ما میخواییم که این کاری که میکنیم به مقدار شادی آفرین باشه. مراجعه این برای این که ما پی سینه زنی و این خاک رو سرتون تو ما بریزیم نیستیم و میخواییم که یه یادگاری باشه. حالا من به میرسم به مفاهیم تر. مفاهیم تر این بود که شما یه تر اینجوری میخواید بدید و جستجو بکنید که القا بکنه یه ایده ای رو، متوجه این؟ خب این چیزی که ما میخواییم اینجا القا بکنیم تعداد نفرات 176 نفر قربانیه، یعنی کسانی که جونشون از دست دادن، متوجه اینها برای ما مطرحن در درجه. حتی ما تماسی با بگیم بازماندگان و داغدیده ها و مسائل اونها و ناراحتی اونها به هیچ وجه نداشتیم. ما به عنوان معمار خواستیم که یک یادبودی داشت درست کنیم که یک یادآور تعداد 176 نفری که خب یه مقدار بیشترشون اکثرشون ایرانی و ایرانی تبار بودن و تعدادشون هم خارجی بودن. خب حالا پس چیز ما این بود که من یه دیواری رو درست کردم در واقع که در وسطش اون دیوار رو بریدم که
متنوع باشه و یه جایی سایبانی داشته باشه و این دیوار رو به جنوبه، متوجه این؟ و من فکر کردم که ما از این یه باغ درست بکنیم از این پروژه، و این باغ کوچیک 5-6000 متری، چون شهرداری ها و منابع مختلف کانادایی به استقبال کرده بودن که مشارکت بکنن و زمین در اختیار بگیم که این پروژه بذارن روی نست. ما فکر کردیم که خب باغ بهشت هم باغ دیگه، در واقع اونجا هوریان بهشتی رو نمیتونیم تولید بکنیم، ولی خب در صورت بهشت هم یه باغه. پس ما خواستیم اینجا یه جایی باشه که با صفا باشه و باغ باشه. پس ما یه دیواری زدیم که به جنوبه، این دیوار جنوبی سایه میندازه. متوجه؟ تو این دیواره که رو به جنوبه ما 176 روزنه داریم، حالا اسمشو بذاریم پنجره، داریم در حدود 20x20 که از این نور میتابه. یعنی شما وقتی که البته اونجا آفتابه، در کانادا آفتابه ایران رو ما نداریم، ولی بالاخره روزای آفتابی تابستان غیره. پس سمبول ما این 176. بعد ما گفتیم که برای اینکه این باغ تکمیل کنیم معنی داشته باشه، ما میخواییم 176 تا درخت که فصل، نه درخت همیشه سبز مثل کاج و سر و غیره، بلکه مثلا درخت های چناری که در ایران هست، حالا تو آن منطقه ممکنه درخت مشابه دیگه ای پیدا بکنیم، درخت چنار به اون معنا نباشه. گفتیم ما 176 تا این درخت ها رو میکاریم و دور بر این یه پارکی درست میکنیم که درخت های همیشه سبز و متنوع درخت های ما. پس ما دو تا سمبول داریم در اینجا، یکی سمبول 176 روزنه نوره، متوجه؟ که این روزنه نور هم میدونید سایش میفته در شمال، پس یه روشنایی در یه تاریکی. پس پروژه خیلی بزرگی به نظر میاد، یعنی مثلا یه سمبول کوچیک و اینطورا نیست. خب در هر صورت خیلی خیلی کوتاه اگه بفرمایید، کی فکر میکنید که کار شروع بشه و تموم بشه این؟ ببینید، ما به ما یه پروژه رو محول میکنن و بعد بودجه این و صاحبکار این و کسانی که میخوام مشارکت داشته باشن و کمک کنن، این بستگی به اونا داره. ولی من یه چیزی رو مجبورم اینجا، یعنی به اصطلاح به شما بگم که این کار تک نفره من نیستش. من یه تیمی داشتم و گذشته از اون آقای باربد گلشیری که از هنرمندان شناخته شده هستن، اتفاقا من در مجموعه هنری هم دو تا کار از ایشون دارم و این باعث این پروژه رو ما، یعنی پروژه ایشون رو من هماهنگ کردم با بقیه. این کاری که ما کردیم، این فقط محدود نمیشه به افرادی که قربانی این حادثه ناگوار بودن، این و بازماندگانشون، یه کار به اصطلاح جهانیه. یعنی هر کی میتونه در این پنجره ها رابطه برقرار بکنه از عزیزانی که به هر نوعی در هر جای دنیا به هر علتی از بین رفتن. توی من بود با کامران دیبا، نقاش، شهرساز و معمار مدرنیست ایرانی. همونطور که آقای دیبا هم اشاره کردن، باربد گلشیری کارشناس نقاشی با کامران دیبا در این پروژه همکاری کرده و او در این مورد توضیح بیشتری میده. ساخت و طراحی یادمان ابتدا به بنده و معمار به نام ایرانی کامران دیبا سپرده شد و از جایی مرشید علاقیاری که هنرمند بسیار درخشان است در نیویورک به تیم ما از راه دور پیوست. چیزهایی که آدم ها فرستادن برای این وبسایت تبدیل به یک خشت شده، چند هزار خشت در واقع، در 176 سازه به شکل گور و با نظم صندلی های همون بوئینگ.
باربد گلشیری توضیح میداد. و اما بر اساس گزارش ها محمد نوریزاد فعال سیاسی در زندان مشهد رگ دست خود را زده اما نجات یافته است. آقای نوریزاد پیشتر با انتشار یک فایل صوتی به آزار خانوادهش اعتراض کرده و تهدید کرده بود برای نجات آنها از زیر فشار خودکشی خواهد کرد. محمد نوریزاد تابستان پارسال بعد از پیوستن به گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که خواهان استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران شده بود بازداشت شد. او پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های سیاسیش چند بار زندانی شده و اعتصاب قضا کرده بود. قوه قضاییه هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده. در گفتگوی تلفنی با فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد از وضعیت او پرسیدیم. امروز صبح من با زندان وکیل‌آباد مشهد تماس گرفتم و اون آقای مراقبی که بودند سوال کردم که از احوال آقای نوریزاد و گفتن که حالشون خوب هست. من دیروز دیدمشون، امروز هم بچه ها به من گفتن که حالشون خوبه و من با یک اطمینان خاطری چند ساعت بعد رو سپری کردم. بعد آقای مکی که وکیل پرونده آقای نوریزاد در مشهد هستن ایشون تماس گرفتن و قرار بود که ایشون امروز ملاقات داشته باشن با آقای نوریزاد. البته ایشون چند روز قبل پیگیری میکردن برای ملاقات و خوشبختانه امروز بهشون ملاقات دادن. وقتی رفته بودن دیده بودن که یعنی ملاقات کابینی دیدن پشت شیشه، دیدن که آقای نوریزاد هم سرشون بان پیچی هست و هم دستشون و توضیح داده بودن که بله یا با یک تیغی حالا یا با شیشه نمیدونم دستشون رو رگ دستشون رو بریده بودن و متاسفانه خب اون کاری که نباید اتفاق افتاده بود و ایشون رو به بهداری منتقل کردن و الان هم هنوز در بهداری هستن. البته زمانی که آقای مکی اونجا بودن این گزارش رو دادن، حالا دیگه الان بعدش از بهداریشون خبر نداریم چون که متاسفانه دوستان آقای نوریزاد با خانواده هاشون تماس گرفتن خواستن که اطلاع رسانی کنن، سریع تلفنشون رو قطع کردن و الان هم مطلع شدم که کارت تلفن همه اینها رو ازشون گرفتن و ما الان در حقیقت یک در بیخبری هستیم و اگر آقای مکی امروز نمیتونستن آقای نوریزاد ببینن صددرصد این خبر هم به گوش ما نمیرسید. ببینید خب چه فشاری هست. خب شما میگید منو آزاد کنید نمیکنید، مرخصی بدید نمیدید، انتقالی منو بدید به زندان منطقه زندگی نمیکنید، تلفن میخوام بزنم تلفن منو قطع میکنید. خب دور از جون این پیام رو میده که تو برو بمیر دیگه، تو برو بمیر. فاطمه ملکی بود همسر محمد نوریزاد. 7 هفته از زمانی که مقام‌های نیویورک پایتخت مالی آمریکا همه کسب و کارهای غیر ضروری از جمله تمامی رستوران‌ها را در پیشروی ویروس کرونا بستند، می‌گذره تعدادی از این رستوران‌ها ولی بیکار ننشستند و در آشپزخانه‌های خودشون غذاهای اهدایی درست کردند. بعضی از ایرانیان آمریکا هم در این مدت صدها هزار دلار برای کمک به خیریه‌ها در داخل ایران جمع‌آوری کردند. بهمن کلباسی از این تلاش‌ها گزارش می‌دهد. تا همین چند هفته پیش آنچه در اینجا پخته میشد برای صرف مشتریان رستوران سفره به طبقه بالا می رفت. اما نزدیک 2 ماه است که درهای هزاران غذاخوری نیویورک به خاطر کرونا بسته شده. اینایی که شکسته رو کنارش می ذارین یه کوچولو، اونایش که درسته رو اول با دستتون همه رو بذارین بعد بین اونایی که آره. صاحب و مدیر سفره حالا دقت در پذیرایی از مهمانان و امکانات آشپزخانه اش را وقف تهیه نهار رایگان برای کسانی کرده که در خط مقدم مبارزه با ویروسی هستند که کسب و کارش را تعطیل کرده است. کارکنان بیمارستان با روزی 14-15 ساعت کار هنوز غذا ندارن و حتی خیلی هاشون شب که میرن خونه گشنه و چون تمام روز خرید نکردن هیچی، حتی خونه هم ندارن، سوپرام خالیه و دنبال یه راهی میگشتم که یه کاری بکنم در حد خودم. بعد دیگه یه پسر جوان فلسطینیه که میدونم که داره با یه سازمانی کار میکنه به نام مایگرنت کیچن بهم گفت یه خانم ایرانی، دکتر پزشک ایرانی توی یکی از بیمارستانهای بروکلین باشون تماس گرفته و غذا خواسته و اینا بهش زنگ زدن گفتن چی میخوای که باهاش جور کنن. گفته من یه آرزو دارم که یه غذای ایرانی بگیرم ولی میدونم که این امکان نداره. گفته تو بهش به انگلیسی گفته بهش یور این لاک، تو خیلی خوش شانسی. و همون موقع به من تماس گرفت گفت این بیمارستان 70 تا غذا میخواد و تعداد افرادی که توی اورژانسشون کار میکنن 70 تا.
گفتم 70 تا رو من میتونم انجام بدم. اون شروع این کار شد که من دیگه با این سازمان ارتباطم بیشتر شد و الان این گروهی که من باشون کار میکنم تا چند روز پیش دیدم عددشونه که 50,000 غذا تا حالا تونستن تو این 3 هفته به مردم بدن. یاری رساندن بخشی از جامعه ایرانی در آمریکا به کادر پزشکی و آسیب پذیرترین بخش‌های جامعه به آمریکا محدود نماند. چند نهاد خیریه قانونی که ایرانیان آمریکا مثل آزاده سنجری، مهندس ساکن کالیفرنیا در آن فعال هستند، در کمتر از 2 ماه چند صد هزار دلار از هممیهنانشان در آمریکا جمع‌آوری و به ایران فرستادند. 2 تا بنیادی که در آمریکا فعال هستند و میتونن پول رو به طریق قانونی به ایران برسونن و مجوز ارسال پول و کالا به ایران رو دارن، KCIS کودکان رو در مدرسه نگه داریم و بنیاد MAP مادران علیه فقر، هر دو گلریزان هایی رو در شبکه‌های اجتماعی شروع کردند برای کمک گرفتن از مردم ایرانی در آمریکا و ارسال اونها به ایران. هدف اولیه این گلریزان ها برای مثال برای بنیاد KCIS 30,000 دلار بود که خیلی زود به این هدف رسیدند و مقدار این کمک ها به 150,000 دلار رسید و بنیاد MAP هم جداگانه این گلریزان رو برای خودشون داشتن. این کمک ها به ایران ارسال شد، این پول ها به ایران ارسال شد و وسایل و تجهیزات بیمارستانی خریداری شد و به بیمارستان ها فرستاده شد. علاوه بر اون خانواده هایی که از این مسئله متضرر شدند و مسئله فقر در خانواده ها که خب با گسترش بیماری مسلماً بیشتر هم شده، به اون خانواده ها هم کمک های ارسال شد. به طور مثال بنیاد MAP میتونه، جالبه که اینو بدونیم، با کمتر از 100 دلار برای هزینه ماهیانه یک خانواده 5 نفره مواد غذایی تهیه کنه و بفرسته. در مجموع این کمک ها که به طور متوسط کمتر از 100 دلار هم بود برای افرادی که کمک می کردن، نشون دهنده اینه که این همبستگی با مردم ایران در جامعه ایرانیان آمریکا وجود داره و اونها مایلند که بتونن به طریق قانونی کمک هاشون رو به ایران ارسال بکنن. کمک هایی که هرچند در مقایسه با توان مالی جامعه ایرانی در آمریکا هنوز بسیار ناچیز است، اما جواد حیدریان، روزنامه‌نگار ساکن تهران، میگوید به دست آنهایی که به آن نیاز داشتند رسیده. خیریه‌هایی در خارج از ایران به خصوص امریکا منابع مالی رو در واقع از ایرانیان خارج از کشور در اختیار خیریه‌هایی که همکاری میکنن با اونا و سازمان‌های غیر دولتی که در ایران همکاری میکنن به ایران منتقل میکنن و اونا هم تجهیزاتی رو خریداری میکنن برای بیمارستان‌ها و مناطق محروم. به طور مشخص خودم در ایام کرونا پیگیر ارسال تجهیزاتی به یک بیمارستان در شهر یاسوج بودم. خوشبختانه این تجهیزات طی یک دوره بسیار کوتاه تهیه شد و با کیفیت بسیار بالا، از طریق هماهنگی که با سازمان علوم پزشکی شده بود، از تهران به یاسوج منتقل شد. تا آخرین لحظه هم از طریق پرستاران و کادر درمانی در یاسوج مطمئن شدم که به دست اینا هم رسیده. دست یاری دادن به همشهری و هممیهن که مانند خود ویروس مرز نمی‌شناسد و صاحب رستوران سفره میگوید آزمونی است برای همه آنهایی که میتوانند. مشکلات میاد و ولی مشکلات هم میره. منتها آدم ها تو این دوران، تو این بحران ها و شرایط سخت چجوری از خودشون و دیگرون مراقبت میکنن، این نمیاد و نمیره. ما هممون یه مسئولیتی داریم. بهمن کلبسی، BBC نیویورک. با توجه به اضطراب و تنش دوران قرنطینه، چطور میتونیم در خونه انگیزه کار یا ورزش ایجاد کنیم؟ امروز دکتر آرش جوانبخت در سری برنامه‌های از ما بپرس به این سوال جواب میده. متخصصان در این برنامه شنبه تا سه شنبه هر هفته در انتهای بخش اول خبر BBC فارسی به دغدغه‌های شما در مورد کرونا پاسخ میدن. با اضطراب و تنش دوران قرنطینه چطور کنار بیایم؟ برای ورزش کردن یا کار کردن از خونه چطوری در خودمون انگیزه ایجاد کنیم؟
اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادین. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه، و جواب این سوالات شما رو امروز از دکتر آرش جوانبخت، فوق تخصص روانپزشکی در زمینه استراب و رئیس کلینیک تحقیقاتی استراب، ضربه روانی و تنش در دانشگاه ایالتی وین میگیرم. دکتر جوانبخت، خوش اومدید. وقتتون بخیر. 90% سوالا از جمله سوال آرش و کیانا اینه که با استراب این دوران چجوری کنار بیایم. مرحله اول اینه که بپذیریم که این دوران سخت و اضطراب‌آوری است. یعنی خیلی مسائل زیادی تو زندگی یهو به صورت ناگهانی برای ما رخ داد. همه مراحل زندگی تغییر کرد. نحوه کار کردنمون، کجا کار کردنمون، ارتباطات اجتماعیمون. از طرف دیگه خیلی چیزا رو نسبت به این قضیه نمیدونیم. خیلی چیزا نسبت به بیماری نمیدونیم. نمیدونیم که تا چه زمانی زندگی ما به صورت غیر طبیعی خواهد بود، که بره بالا عادیش برمیگرده، و کنترل کمی هم داریم این مساله، و بیشترین کنترلی که داریم اینه که خونه بشینیم و نریم بیرون، و این کلافگی رفتار طبیعی هست و این کمک میکنه خودش به این که وقتی بدونم یه رفتار طبیعی است، کم و بیش همه دارن استرسی رو تحمل میکنن نسبت به این قضیه، کمک میکنه به کاهش نگرانی و استراب ما. و صحبت کردن با دیگران، این که من بدونم، متوجه بشم دیگران هم دارن همین سختی رو تحمل میکنن، و خب بالاخره ما افراد اجتماعی هستیم، میتونیم به هم دیگه آرامش بدیم. یه جاهایی هست که میشه با این کنار اومد، جاهایی هست که استراب کم کنیم. از جمله یکی از مسائل مهم اخبار هست. اخبار خیلی لذت بخش و جالب و جذاب نیست این روزا دیگه، کلی اخبار سخت و خطرناک و ترسناک است. خب مهم اینه که ما اخبار واقعی رو بدونیم، به خصوص در این زمینه که خب من چه کارهایی رو از لحاظ بهداشتی باید انجام بدم که خودم و دیگران رو احتمال ابتلاشون و صدمش رو کمتر بکنم. اون اخبار رو هم خب قطعا باید از منابع موثق گرفت. بالاخره این که من بخوام از فلان گروه سرگرمی تلگرام اخبار بهداشتی بگیرم در باره چه مسئله به این مهمی، به نظر کار خیلی درستی نیست. خیلی وسواس نگیریم درباره اخبار، که من دائم بخوام بشینم اخبار گوش کنم، بشمارم چند نفر مردن، چند نفر مریض شدن، چند نفر فلان آرزه رو گرفتن، کمکی نمیکنه. همیشه من میگم که ما مغزمون هم مثل شکممون، هر چی اگه بهش غذای سالم بدیم خب خوشحال و سرحال، اگه بذاریم آشغال مزخرف بخوره خب وضع خیلی خوبی نخواهد. بنابراین از اخبار منفی دوری کنیم، وسواس نداشته باشیم، دائم روزی 8 ساعت بشینیم خبر بخونیم. اگه میخوایم بشینیم پای چنان چیزی خوندن و تلویزیون، یا عالمه فیلم جالب و کمدی و حتی آموزشی و داکیومنتری، اینها از مستندهایی است که میشه نگاه کرد، و چیزای دیگه که میشه خون. قطعا مطمئن باشین که ساعت‌های متمادی خودتون رو دور بگیرید از اخبار منفی. مسئله دیگه این است که اون روتین هایی که تو زندگی داشتیم که به زندگی ما ساختار میداد، زمان خاصی میرفتیم توی تخت، زمان خاصی بیدار میشدیم، غذامون رو ساعتهای خاصی میخوردیم، ورزش میکردیم، اونا رو حتما نگه داریم، که اینا برای سالم نگه داشتن روان ما و کاهش استرس مهمه. حالا که جمعه دیر بیدار میشدم قبلا، الان هم اشکال نره، ولی در طول هفته با اینکه میدونم سخته، اون ساختارهای قبلی زندگیمون رو حفظ کنیم خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. کیهان سوال کرده چجوری استراب و عصبانیتمون رو خالی کنیم که به کسی آسیب نزنیم، در این حال رابطه هامون هم خراب نشه. خب یه بخش مهمی که بعد همین توی این سوال هست، روابط اجتماعی است. این روابط اجتماعی ما خیلی محدود شد سر قضیه این بیماری و اینکه ما بعد از فاصله فیزیکیمون رو حفظ کنیم، ولی ما موجودات اجتماعی هستیم. بنابراین روابطمون رو حفظ کردن با اون افرادی که قبلا صحبت می‌کردیم، دوست بودیم، فقط تلفن هست، میشه ویدیو چت کرد، همه این راه هست. حالا اگه من تو خونه نشستم دائم تمام اون 24 ساعت رو با یه تعداد خاصی میگذرونم، دلیل نمیشه که تمام ارتباط اجتماعی من همون باشه، میشه با دیگران هم ارتباط داشت. راه‌های دیگه هم هست که تنهایی بشه استرابو کم کرد. یکی از مهمترین روش ها که متاسفانه خیلی وقتا اغماز میشه ورزش هست، فعالیت فیزیکی. قدیما میگفتیم ورزش کن حالت بهتر میشه، بیشتر از اینه. یعنی ما الان تحقیقات نشون میده که جریان خون مغز بهتر میشه، التهاب تو مغز و بدن کم میشه، و ایمنی بدن قوی تر میشه، به خصوص این روزا. و من یه ورزش کاردیو، اونی که ضربان قلب رو میبره بالا، به طور مرتب، هفته ای دو بار، سه بار، چهار بار، میتونه خیلی کمک کنه. حتی تو در بعضی مطالعات در حد داروهای ضد اضطراب و افسردگی کمک میکنه به ما. و پیدا کردن یه سری سرگرمی ها، هابی هایی که بشه تنهایی هم انجام داد. حتما حالا میشه اون وقتی که با دیگران میگذرونیم به انجام بعضی بازی ها بگذره، میشن بعضی این سرگرمی ها مثل پازل یا بعضی چیزهای بازی یه نفر، یا حتی باغبونی،
به خصوص الان که بهار است، کاری است که میشه تنها انجام داد که ذهن منو منحرف میکنه از اون فشارها و استرس‌ها و همزمان یه چیز پروداکتیو و تولید کننده هم است، احساس ارزش میده به آدم میزاد. دکتر جوانبخت، برای خیلی‌ها مثل من خیلی سخته که شروع کنم به ورزش، این انگیزه رو چجوری باید تو خودمون ایجاد کنیم؟ سال خیلی خوبیه، به خصوص اگه تو ذهن ما ورزش به این صورت شکل گرفته یا تعریف شده باشه که حتما من باید برم یه ساعت رو تردمیل یا حتما من باید برم یه ساعت بدوم. من خودم از دویدن اصلا خوشم نمیاد، ولی خب من ورزش بوکس رو انجام میدم و انقدرم دوست دارم که روزی 3-4 بار میتونم. و من پیدا کردن یه چیزی که میشه ازش لذت ببره فرد، یه ورزش که من دوستم، حالا هر چی میخواد باشه، میخواد دویدن باشه، راه رفتن باشه، یوگا باشه، زومبا باشه، رقص باشه، هر چیزی که ضربان قلب رو ببره بالا، ورزش یعنی یه تعریف مخصوص و محدودی از ورزش نباشه. یکی این، دوم این که انتظاراتمون رو خیلی نبریم بالا. من اگه 5 تا دراز نشستم برم در روز بهتر از هیچیه. 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، حتی با چه میدونم یه دونه تبلیغ تلویزیون با آهنگش رقصیدن هم بالا پایین پریدن هم کمک میکنه به عنوان ورزش محسوب میشه. بنابراین وقتی که نگاهمون رو بهش وسعت بدیم خیلی کارا رو میشه کرد که تفریح هم هست، بخصوص الان که تو خونه هستیم، میشه با بچه‌هامون، با همسرمون، با افراد دیگه ورزش کنیم و از کم شروع کنیم. وقتی که عادتش رو زنه، من خودم با تا چه میدونم 7-8 سال پیش اصلا نمیدونستم ورزشی، ولی وقتی عادتش بیفته تو ذهن آدم، من نمیتونم تصور کنم زندگی بدون ورزش رو الان. بله، گفتگوی همکارم نازنین معتمدی بود. آقای دکتر گفتن که در قرنطینه خیلی به اخبار گوش ندید، منظورشون 60 دقیقه نبوده. شما رو به دیدن 60 دقیقه اول وقت توصیه میکنم. میتونید 60 دقیقه رو بعد از پخش در سایت ما و همینطور در یوتیوب ببینید، ولی لذتی که در 60 دقیقه زنده است در ضبط شده نیست. ممنونم که این برنامه رو تا آخر دیدید.